بهایی میفته و یک مطلب دیگه ای رو با شما در موقع در میون بذارم و اون اتفاقاتی که در داخل جامعه بهایی میفته و ربط داره به این قضیه همین طرد و بولی کردن. و این مطلبی که براتون میگم برمیگرده به شاید 5-6 سال پیش، این سالهایی که کرونا اومده رو انگار ما نمیشماریم، دو سال این وسط حرام شد رفت، برمیگرده به 7-8 سال پیش، اون زمان که من هنوز در آیین بهایی مشغول بودم و اتفاقا سرم هم شلوغ بود. اون زمان یه اتفاقاتی افتاد که یک مقدمه رو اول میگم بعد این داستان رو براتون میگم. مقدمه من اینه که البته فکر کنم شاید این رو تا حالا تشخیص داده باشید یا بدونید، دو گروه از احبا وجود دارن، بهائیان وجود دارن. یه گروهی که آشنایی ندارن به آثار و الواح و معلوماتشون خب کمه، یه سری هستن که اشراف کامل دارن. اونایی که آگاهیشون کمه کسایی هستن که شما با شما وارد صحبت میشن، یعنی با منتقد، حالا چه منتقد شیعه و هر دین دیگه مسیحی یا دین دیگه داشته باشه، چه اشخاص ایتیست. البته ایتیست ها در یک درجه دیگه قرار داره، یعنی باید دوری ازشون خیلی واجب تره. ولی حالا وقتی که مثلا یک کسی مثل آقای ارشاد شروع میکنه حرف زدن، دوستان همچین بعدشون هم نمیاد، یعنی چون میاد مثلا یه مسالبی در مورد فرض کنید مطالب خبررسانی یا مثلا اینکه دوستان بهایی جاسوس هستن و اینها، البته ایشون اینجوری بیان نمیکنه، ولی مردمی که گوش میکنن یا بهایان این رو اینجور تبلیغ میکنن که در این موارد که سوال میشه اونا یه جورایی خوششون هم میاد، چون میگن که خب یه جور بهایی ستیزی و قشنگ میچسبه به بهایی ستیزی و ازش نتیجه مثبت هم تازه میگیرن. یعنی اونجور بهایی ستیزی ها رو اتفاقا باعث این میدونن که باعث پیشرفت امرم میشه و یه جور خودش یه نوع تبلیغ در واقع. ولی مثلا یه کسی مثل رضا پارسا اگه قرار باشه بره پژوهش کنه و بعد شروع کنه به نقد، این نقد خیلی سنگینه، چون هیچ جهتی توش نیست، هیچ خصومتی توش نیست، خیلی از روی واقعا یک رنگی باهاشون برخورد کرده، بعدم رفته پژوهش کرده و به یک نتایجی رسیده، حالا به اینجا رسیده که نقد میکنه، براش سوالاتی هست و این نقد ها چون خود بهایان میدونن وارده و ایراد و اشکال هست، این خیلی سنگین تمام میشه. برای همین این دو گروه، یعنی یه گروه که خبر دارند از آثار بهایی به طور کامل، یه سری که ندارن، اونا که کامل واقفن هیچ وقت وارد سخن نمیشن و وارد بحث نمیشن و با شما اصلا گفتگو نمیکنن و بیانات درستی هم روش اتکا میکنن، چون بهاولا واقعا این رو دستور داده، عبدالبها این رو دستور داده که به هیچ وجه نباید وارد گفتگو بشن و همون که یکی وارد میشه با شما صحبت میکنه معلوم میشه که نمیدونه این قضایا رو، یعنی واقعا نمیدونه که تای قضیه محکوم میشه و حرف نزدن و سکوته که بهتره برای امرالله. برای همین من این گروه در واقع کسایی که نمیدونن رو زیاد میبینم که میاد با شما شروع میکنه دلیل میاره و شروع میکنه با شما صحبت کردن. گروه بعدی که واقفن به آثار بهایی که به هیچ وجه منع شدن از گفتگو و اینکه با منتقدین حرف بزنن، اون گروه خودش دو قسمته. یک قسمت کسایی هستن که
به طور کل خب با شما حرف نمیزنن و به اون آثار و اون قوانین و اون نصایح عمل میکنن. یه گروه هستن که وظیفه اینو دارن که این کار رو انجام بدن، یعنی دیگه اگه قرار باشه هیچ کس جواب نده که نمیشه، که مثل همین قضیه سیاست. این نیست که بهایان در سیاست دخالت نکنن، منظور این که عوام اجازه ندارن در سیاست دخالت بکنن، ولی امور سیاسی محول شده به بیت العدل، بیت العدل در سیاست دخالت میکنه، صحبت میکنه، نظر میده، حرف میزنه، یا هر محفل ملی با حکومت اون کشور رابطه داره، حرف میزنه یا مسائل خودشون رو مطرح میکنن. پس محافل در امور سیاسی دخالت میکنن یا نظر جامعه باهایی رو میدن یا اینکه نظر دولت رو میشنوند و عمل میکنن در کشورهای مختلف. و بیت العدل هم که اصلا در رأس امور هست در مورد این قضیه، و همه میدونیم که تمام امور سیاسی به بیت العدل راجع. پس این دخالت در سیاست نکردن فقط برای عوامه، یعنی اون عوام مردم این چیز اجازه ندارن دخالت بکنن. یه نوع قضیه فرق میکنه در دخالت در سیاست. اون دموکراسی که فکر کنیم همه میتونن دخالت بکنن اینجوری نیست، اون اول ساکت شن چون چیزی نمیفهمن، ولی اونی که رفته بالا رو شده دیگه عضو محفل ملی، اون میتونه، اون داره در سیاست دخالت میکنه، یعنی به طور قانونی از طرف جامعه باهایی، چون این به اون محول شده، یا بیت العدل داره به سیاست امروز هم دخالت میکنه، چون وای هم نمیسته تا مثلا چی بشه، عصر ذهبی بشه. خب در هر صورت این دومین گروه که خدمتتون عرض کردم، دومین گروه که آشنا هستن با این قوانین و اوامر بهاءالله عبدالبها که نباید حرف بزنن، ولی چون که عضو جامعه از جزء تشکیلات هستن و اجازه این کار رو دارند، میان و دخالت میکنن. یعنی حالا ما نمیتونیم بشناسیم، طرف هم که خودش نمیاد لو بده خودشو، ولی خب حالا ممکنه در همین جا بیاد مثلا در کلاب هاوس شرکت کنه و حرف هم بزنه، یا اینکه بره در تلویزیون شروع کنه مثلا برنامه هم حتی اجرا کنه. این رو گفتم که بدونید که یه سری افراد اینجوری هستن، یعنی دارن برای تشکیلات بهایی کار میکنن و اجازه این کار رو دارن، ولی بقیه که میان همجوری یه چیزی میپرونن و بعد معلومه که آشنایی ندارن، اونا خودسرانه این کار میکنن هم چون آشنا نیستن با قوانین بهایی، وگرنه صحبت نمیکردن با ایشکی. حالا بر میرسم به اون در واقع خاطره‌ای که میخواستم براتون بگم که برمیگرده به 6-7 سال پیش، که تایید میکنه این حرف من رو، چون من در متن این قضیه بودم و میدونم چطور هست. شما فرض بکنید که در تلویزیون مردم تیوی یه آقایی هستن بودند صحبت میکردن، البته چندین بارم مثلا تذکر بهشون داده شد ولی گوش نمیکرد، بعد دوباره میرفت، ولی دیگه بعد به جای جدی کشید، رسید به جایی که دیگه تذکر جدی بشه. یا آقای مهندسی بودن، اسمشون رو نمیارم، آقای ارشاد میشناستش، ولی یا آقای خیلی با همشهری آقای ارشاد بودن، لهجهشون هم همشهری بودن و بعدم خیلی سنشون زیاد، کلن موهای سفید و در مردم تیوی هم میمیدن صحبت میکردن. حالا اسمشون رو نمیارم، اگر لازم شد اسمم میارم، چون برام دیگه فرقی نمیکنه. ما به این آقا تذکر میدادیم که آقا شما نمیتونی بری تو تلویزیون حرف بزنی، نکنیم کارو فلان. دفعه اول، دوم، سه چهار بار این رفت آمد داشت و تلویزیون صحبت میکرد و حتی بلند میشد میرفت اصلا توی اون خود چیز تلویزیون، نه اینکه فقط از راه دور، بلکه میرفت قشنگ توی برنامه شرکت میکرد. در این حال که به این آقای مهندس ما میگفتیم که نباید بری و تذکر گرفت چند بار که نباید بره و در تلویزیون صحبت بکنه، همزمان آقای معین افنانی در تلویزیون میرفت و حرف میزد. ببینید تفاوت اینه، یعنی یه نفر اجازه این کار رو داره، یه نفر اجازه این کار رو نداره. یعنی اون کسی که مطمئن هست جامعه باهایی که این فرد مولا درزش نمیره، تو هر کاری بلایی سرش بیاری، منطق و فلسفه و فلان چیزا سرش نمیشه، فقط مدافع آیین باهایی و فقط
از تمام نیرو و قوا و علمش استفاده میکنه برای مالکشی، اجازه داره این کارو بکنه. اما کسی که ممکنه بره و وسط صحبت شخصی باهاش حرف منطقی بزنه و اون جا بخوره، یا اینکه نت یعنی انقدر دیگه پررو نباشه که بیاد و حرف منطقی رو کنار بزنه و خودش رو بزنه به کوچه ازل چپ و شروع کنه مثلا یه چیزایی بگه، برای همین به اون شخص تذکر میدن و تهدیدش هم حتی میکنن. به جایی رسید که آقای مهندس گفتن که اگر شما برید شما طرد میشی، یعنی دیگه قضیه جدیه، شما اجازه نداره برید. و همون زمان که این آقا قرار طرد بشه، مثلا آقای بیات میره توی تلویزیون پارس برنامه اجرا میکنه، هنوزم اجرا میکنه. آقای افنانی اجرا میکنه، یا مثلا اگه گفتاری باشه، صحبتی باشه، آقای ثابتان میتونه صحبت بکنه، خواهرشون میتونه صحبت بکنه. متوجه میشه چی میگم؟ یعنی کسایی که اون در اون جرگه قرار گرفتن و اجازه این کار رو دارن، در عین همون حالت این آقای مهندسی هم که میگم خیلی خیلی معلومات خیلی زیاد امری داره، خیلی واقفه، خوبم میشناسه از همه جهت آینه بهایی رو، ولی آدمی که منصفه و منطق سرش میشه، این اجازه نداره بره. و به جایی رسید که تهدید به این شد که طرد میشه. و یک بار فکر میکنم یا دو بار دیگه شرکت کرد و یه برنامه های هم اجرا میکرد، برنامه های اینجا نان پرافیت داشت و برنامه مثلا برای مهرگان و برای نوروز و اینا برنامه های فرهنگی اجرا میکرد. برای اون هم بهش تذکر دادن که این کار رو نکن، یعنی برای کارهای فرهنگی که برای مهرگان بود کاری نکن، تلویزیون نرو، بگی بشین تو خونت. و ایشون واقعا در یک فشار بدی قرار گرفت. میدید آخر چه شد که الان خبری ازش نیست؟ من اینو میدونم مطمئن. خانومش بهش گفت که اگر یه بار دیگه، یعنی گذاشتن به این قضیه بود که اگه یه بار دیگه ایشون تخلف کنه طرد بشه، و خانومش به ایشون گفت اگر طردت بکنن من ازت جدا میشم. و ایشون یک پیرمردی که فرض کن سالها زندگی کرده و باز همسرش و خانواده و بچه ها و دختراش رو دوست داره و اینا، خب به خاطر این، به خاطر دوستی و عشق همسرش در واقع عقب نشینی کرد و نشست واقعا سر جاش. اون مطالب برنامه های جشن های مهرگان و این چیزها رو هم تعطیل کرد. ولی میخوام بگم که اون زمان من یه کسی بودم مثل همین آقایی که الان میاد میگه و حرف میزنه و همه چیز به نظرش منطقیه و از این به بعدم اگر دیگه صلاح دونسته که خب دیگه اینجا به درد نمیخوره حرف نزنم، برم جای دیگه حرف بزنم، و یک نگاه دیده از بالا به پایین. همین حالت رو من آدمی که واقعا ببین آدم که مؤمنه دوستان توی یه دنیای دیگه هستش و فکر میکنه که اصلا حقیقت مطلق دستش، مگه میشه با حالا اشتباه کرده بگه؟ مگه میشه راهی که من رفتم بگه؟ مگه میشه الان مشاور قاره اومده جلسه گذاشته به ما گفته و ما الان باید بریم با این بابا حرف بزنیم؟ مگه میشه اشتباه؟ این چه آدمه حرف گوش نکنه متعرض مغرضیه؟ عجب آدم لجبازیه. یعنی این فقط تو ذهن من بود، ولی الان که نگاه میکنم میبینم یه آدم فرهیخته که میخواست آزاد باشه، از آزادی بیانش استفاده کنه، اتفاقا از بهائیت دفاع هم میکرد و خیلی هم از حقوق بهائیان دفاع میکرد و، ولی کلماتش این بود که اون موقع حرف زدن اون حالت قدسی رو به دیانت بهائی نمیداد. یعنی خیلی منطقی و خیلی یعنی این جنبش زمینی حساب میکرد وجود مثلا بهاءالله و دیانت بهایی رو وقتی که توضیح میداد، و اصل قضیهش این بود که دفاع بکنه از مظلومایی که در ایران هستن اتفاقا تو حرفاش. اما این قداست دینی بهایی در گفتارش نبود و بیت العدل رو هم زیاد محلی اعراب براش نداشت. قضیه اینم هست، یعنی
نه اینکه مخالفتی بگه مستقیم، ولی براش فرق نمی کرد که مثلا جامعه باهایی مثلا از یه جای بعد مستقیم بهش بگن بکن نکن، و این میخواست که مستقل باشه، یه فردی باشه، حرف بزنه، اظهار عقیده بکنه، و اینجور ما باش برخورد میکردیم. یعنی یک معیار دوگانه، یک نفر در آن واحد داره تهدید میشه که اگر یه بار دیگه بری تو تلویزیون طرد میشی، از اون طرف آقای بیات داره برنامه اجرا میکنه، از اون طرف خود آقای معین افنانی مثلا داره برنامه اجرا میکنه، از اون طرف هر اتفاقی کسایی که در اون چیز قرار گرفتن. این واقعا الان که گفتید مثلا یه بگو از اون خاطراتت، این یکی از خاطرات تلخ و بدیه که من دارم، که اون موقعی که خودم درش بودم نمیفهمیدم، واقعا احساسم اینطور نبود. الان میفهمم که چه کار رذیلانه و پستی و کثیفی ما انجام میدادیم. مرسی که گوش کردید.